به نام دوست. بحث ما در ارتباط با اصول صحیح تنفس هست. یه خواننده خوب بایستی تسلط کافی در نفسگیری، نفس‌سازی و استفاده از نفس خودش به خوبی تسلط و اشراف داشته باشه. نفس همیشه برای خوانندگان مثل بنزین میمونه برای ماشین. کسی که نفس زیاد داره راحت تر از پس خواندن برمیاد، کسی که نفس کمتر داره به مشکلات بیشتری برمیخوره در اجرا. به طور کل نفس در ششها انجام میگیره. ما در ششهامون نفس رو به وجود میاریم در دمی که داریم و یه سری تمرینات داریم برای اینکه ششهامون رو قوی بار بیاریم تا بیشتر بتونیم نفس داشته باشیم. محیط و حفره‌ای که ما نفسمون رو میتونیم درش بسازیم و حبس کنیم ششها هست. یه سری تمرینات ورزشی هست که با اون تمرینات میشه نفس رو بیشتر انجام بدیم و داشته باشیم. ما توی بحث ورزشی از جمله ورزش پیاده روی، ورزش کوهنوردی و ورزش شنا تمریناتی رو میتونیم انجام بدیم که باعث افزایش قدرت ششهامون بشه و نفس بیشتری داشته باشیم. هر چه ششهای بزرگتری داشته باشیم نفس بیشتری خواهیم داشت. با پیاده روی در جایی که هوای خوب و اکسیژن خوب بهمون میرسه ششهامون بزرگتر میشه کم کم. در کوهنوردی هر چقدر که ما بیشتر کوهنوردی داشت بکنیم و از کوه بالا میریم، این باعث افزایش فضای ششهامون میشه و قدرت بیشتر ششهامون میشه. در شنا همینطور، در آب و ورزش شنا باعث افزایش قدرت ششها و بزرگ شدن ششها میشه. اون چیزی که خوانندگان باعث در بحث نفسگیری دقت بکنن اینه که ما در ششهامون نفس رو به وجود میاریم و هر چقدر بتونیم بیشتر نفس رو در ششمون داشته باشیم، نفس امتداد کار ما به طور طبیعی بیشتر خواهد بود در کار. منتها خیلی موارد پیش میاد که منجم نفس زیاد با تمرینات ورزشی نفس زیاد به وجود میارن در ششون و این نفس رو نمیدونن چجور باید خرج کنن و چجوری استفاده کنن. نفس بدون این که متوجهش باشن تخلیه میشه از ششها. نکته ای که اینجا باید رعایت کنن و بدونن این همین هست که ما با تمرینات ورزشی نفس شش خودمون رو قوی میکنیم، فضای شش خودمون رو بزرگ میکنیم و نفس بیشتری میتونیم به وجود بیاریم. اما این نفس رو زمان خوندن بایستی از ششها به طوری که بدونیم که در واقع جمله ما چقدر نیاز به نفس داره و چقدر بایستی نفس براش خرج کنیم، ریزه ریزه اون نفس رو از ششهامون میاریم به فضای سینه و در سینمون حبس میکنیم. در سینمون باید حبس کنیم نفس رو و بعد از اونه که به حنجره خودمون برسونیم که بیاد کم 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 از دهان خارج بشه. توی این مجرا، توی این راه، اگر که هر کجاش ندونیم که نفسمون رو چطور استفاده بکنیم، این نفس، نفسی که نبایستی خارج بشه، خیلی راحت میاد از فضای دهان خارج میشه. اون چی که یکی از علائمی که نشون میده که نفس ما داره زیاد خارج میشه، هوا داشتن صدا هست. یعنی ما اگر ببینیم که در صدامون متوجه هوا بشیم، یعنی نفس ما داره زیادی خرج میشه. اون چه که بایستی خواننده خوب بدونه،
گوش کردن به صدای خودش دیگه. ما قدم گفته بود که خواننده خوب خواننده‌ای که باز صدای خودش خوب گوش کنه. خواننده‌ای که به صدای خودش خوب گوش میکنه متوجه میشه که این صداش الان هوا داره یا نه. بعضی وقتا خسخس داره صداش، بعضی وقتا صدای هوا در صداش هست. اینجاست که باید متوجه بشه که داره صداش نفسش اضافه خرج میشه، نفسش زیادی داره میره بیرون. بیشتر مطلبی که در بحث نفس نفس گیری مطرحه همون ورزش ها هست. ما با ورزش ها میتونیم نفس خودمون افزایش بدیم، ششهای خودمون قوی تر کنیم و نیمی از بحث تنفس خواننده مربوط به اون ورزش ها هست. نیمه دیگرش اینه که در حالا که نفسش زیاد شد و ورزش ها رو تمرین ورزش رو انجام داد و نفسش زیاد شده، بعد در تمرین های انفرادی و چه گروهی اونجا میتونه رو خودش کار کنه و دقت کنه که حالا نفسش چطور خرج بشه، نفسش رو زیاد خارج نکنه. یکی از راهایی که ما میتونیم نفس خودمون رو افزایش بدیم، یعنی بعد از تمرینات ورزشی که حالا ما تمرینات ورزشی رو انجام دادیم، نفس خودمون رو، ششهای خودمون رو بزرگ و قوی کردیم، حالا چطور اینا تقویت کنیم در صدامون، یعنی نفسمون رو تو صدامون با تمرینات صدایی نفس خودمون رو کنترل کنیم و استفاده کنیم و خرج کنیم. این بحث مربوط میشه به بحث های صداسازی که ما با اصول صداسازی و با تمرینات صداسازی میتونیم روی در واقع سیلاب های مختلف نفس خودمون رو تمرین کنیم و امتداد بدیم با کشش های مختلف و با تمریناتی که هست، هم صدای خودمون رو تقویت کنیم و هم نفس خودمون رو اونجا در واقع آزمایش کنیم و بدونیم که این نفس با سیلاب های مختلف چطور باید ادا بشه و خرج بشه که توش هوا نداشته باشه و زیاده از حد خرج نشه. اون بحث مربوط میشه به بحث صداسازی که شما وقتی تکنیک های صداسازی و تمرینات صداسازی رو بلد باشید و بدونید، وقت اونجا با تمرینات ورزشی که انجام دادید دیگه حالا اون تمرینات ورزشی اونجا به کارتون میاد که اونجا بتونید خوب از پس تمرینات صداسازی بر بیاید و در واقع توی تمرینات صداسازی شما میتونید از تمرینات ورزشی که برای ششتون استفاده کردین اونجا در واقع استفاده کنید و کاربردشون دیگه اونجا ببینید. ما توی بحث آناتومی بحث نفس و تنفس، همونطور که عرض کردم، ما در فضای شش نفسمونو میسازیم. این نفس میاد از مجرا میره به سمت در واقع حنجره، از مری و نای میره به سمت حنجره. در حنجره ما صدا رو تولید میکنیم. این هوا وقتی که به تارهای صوتی برخورد میکنه صدا تولید میشه و حالا که صدامون تولید شد، ما بایستی این نفس و هوامون در سینمون که هنوز نرفته از حنجره بالا به فضای دهانی عظیم نشده، ما اینجا با نفسمون رو حبس کنیم و با توجه به زمان و اون کشش و مدتی که میخوایم بخوانیم و استفاده کنیم در جمله آوازیمون، به همون نسبت نفس خرج کنیم و از دهان خارج کنیم. پس بنابراین اون تمرینای ورزشی که من عرض کردم برای شنا و برای کوه و برای پیاده روی، هم باعث تقویت عضلات شش ها میشه و هم باعث بزرگ شدن فضای شش ها میشه و هم باعث بزرگ شدن فضای سینه و تقویت سینه میشه، چون ما نیاز داریم که همین هوایی که تو شش ها تولید کردیم رو بیاریم تو سینه حبس کنیم و بعد از اونجا ریزه 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 خرج کنیم. پس بنابراین اون چی که مهم هست در بحث تنفس، یک ورزش هست، ورزش هایی که عرض کردم، و دوم
تمرینات صداسازی که بحثش رو ما بعدا خواهیم کرد که تمرینات صداسازی رو بایستی رو سیلاب‌های مختلف به چه انهایی انجام بدیم و با تمرینات صداسازی دیگه ما میتونیم در واقع تمریناتی که برای تنفس خودمون با ورزش ها انجام دادیم رو در واقع کاربردی اجرا کنیم. تمرینات صداسازی هم اساس و پایه کار خواننده هست. خواننده خوب خواننده ای که بدون علم صدا بدونه، بدون با صداش باید چیکار کنه، صداش تربیت کرده باشه با این تمرینات که در واقع در کارش نمونه. ما زمانی خواننده خوب خواهیم شد که یک تو بحث تنفسمون اشراف داشته باشیم و دوم تو بحث صدامون. یه خواننده خوب در واقع باید داره این دو ویژگی باشه که نفس خوب و قوی داشته باشه و صدای خوب و قوی داشته باشه که حالا این صدا رو با بحث تنفس چطور استفاده کنه و چطور خرج کنه، صدا به صورت مخروطی سر کنه دهانش بیاد بیرون و همون بحث مخروطی بودن صدا هم کمک میکنه به این که نفس کمتر خرج بشه، هوا کمتر داشته باشه صدا و الی آخر. بحث تنفس که خیلی مطلب خاصی نداره و اصولش و در واقع صفحه‌هاش همین ها بود که عرض کردم، این که ما نفسمون رو چطور تولید کنیم و چطور نگه داریم و چطور خرج کنیم که به طور خلاصه این هست که ما با ورزش هایی که عرض کردم به طور نمونه نفس شش های قوی و فضای شش بزرگی داشته باشیم که نفس زیادی بتونیم داشته باشیم و تولید کنیم و با بحث صدا بتونیم در واقع اون نفس زیاد رو عملی پیاده کنیم روی در واقع سیلاب های مختلف و نهایتا جملات آوازی و کار خواننده. امیدوارم که پیروز و موفق باشیم.